درود به بیننده های عزیزی چراغ تابان، درود به بیننده های ارجمند تلویزیون از HD. نشر دیگری برنامه ما است که ما بازم روی اکران اومدیم و بازم در تردد و تلاش پیشنهاد یک موضوع خیلی و خیلی جالب و مبرم هستیم و بایدم قید کرد که الان محمد در عرفه تجلیل اید هستیم. ما این ایدی با شکوه را، این ایدی پروفایز را برای کلی هموطنان عزیز و ارجمندمان مبارک باشد میگویم و خدا کند که در خاندان شما همیشه آرامی آسودگی حکم فرما باشد. بینندگان ارجمند، وابسته به همین اید ما خواستیم یک صحبت داشته باشیم با استاد عزیز و عالی قدر رئیس شورای علمای دین ولایت حاجی حسین موسازاده. استاد السلام علیکم. علیکم السلام، سلامت باشید. از حضور شما بینید فرحمند گردیدیم. امید برام میبندیم که این ساعت با شما میتونیم یک صحبت گرمی داشته باشیم. سلام شما با بیننده های عزیز ما. احترام تماشا بینان عزیز، اولا السلام علیکم. ماهی مبارک رمضان با آخر رسیده استادند. البته هر یک ایدی ملی است، دولتی است، دینی است، در تاجیکستان تجلیل کرده می شود. دو اید، یعنی ایدی قربان و ایدی سعید فطر، موافقی کنستیتوسی تاجیکستان روزی استراحت است، روزی عبادتی مردمی ما است، عبادتی مردمی تمام دنیا است. من از نام خادمان دین همه شمایان را مبارک باد میگویم. البته این ماه مبارک رمضان یک ماه خیر و برکه بود، خصوصا ماه نزول قرآن، ماه عبادت در تمام مساجد ولایت ما، شهر ما، جمهوری ما مردم به عبادت مشغول بودند. شکر میکنیم که تاجیکستان تنج است، آرام است، مردم عبادت خود را مکمل اجرا کردند. دومون که وقتا که هر یک عبادت مکمل می شود، مثلا در اسلام دو عید هست، یکی عید قربان، این جنبستی مناسک حج در مکه مکرمه است، و عید سعید فطر باشد، این جنبستی یک ماه، ماه مبارک رمضان است. در روز عید البته دو رکعت نماز خوانده می شود. چنانکه گفتیم روزهای عید را، ساعتهای عید را ریاست شورای علمای جمهوری مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان معین می کند. یک چند روز قبل جلسه شورای علمای جمهوری برپا گردید. در این جلسه وسیع دیده بر آمده شد، یعنی معین گردید که موافق حساب های استرافیزیکی روزی جمعه روزی عید سعید فطر است. در تمام دنیا تجلیل کرده می شود. ساعتی 6:30 در تمام جمهوری نمازی عید خوانده می شود. البته در ماه مبارک رمضان امسال صاحبکاران، آدمان سخاوتمند بسیار کارهای خیر کردند، از آن جمله راه درست کردند بسیاری ها، اقلا هم دروازه خودشان اسفلت کردند، یا که غیر از آن بعضی ها برای جمعیت آب برآوردند، مکتب ها با دستیاری دراز کردند، بونگوه های طبی پوشیدن، من افطار دادن. در این ماه مبارک رمضان بسیار انسان ها خیر احسان کردن. این هم یک کار خیر است، غیر از آن که روزه داشتن برای وطن و ملت و برای مردم آدمان دارا خدمت کردن و کم بزاعتان دستیاری دراز کردن. بعضی ها همان مواد خوراکه را و کم بزاعتان با روی خط تقسیم کردن. و البته این عید مبارک رمضان برای ما یک وقت و سعادت است، روزی خرسندی است. البته باید ما این را با یک
مهر و محبت تجلیل کنیم. سپاس استاد. تا جای میدونیم میبینیم ماس در ان همین اید در بعضی منطقه‌های مملکتی ما ایدگردک است. اصلا همین اید چگونه تجلیل کرده شود استاد؟ اصلا ایدی دینی با عبادت تمام کرده می شود. مثلا با دو رکعت نمازی اید تجلیل کرده می شود. خیر مبارک بادی هست یک دیگر را. من از قدیم الایام بیگاه اید مردم ما و همسایه ها یک تعام آش می دادند. یعنی این یک عرفی قدیمی ما است. همه همسایه ها بینه یک همسایه مثلا همسایه بیمار باشند یا پیر باشند همه شب اید به خورسندگی کنند گفته با منده ها دستی آری دراز میکنند. لیکن ایدگردک خیلی ما در ولایت ما قریب که دیده نمی شود. بعضا آدم ها همین نیز تشکیل کردن چون که خیلی در دیگر منطقه ها هست اونها دستارخون میکنند. بسیار دستارخون های کلان روز اید سانه در بدر همه میگردد. اسراف زیاد میشود. حتی شب اید همین خیلی است که تمام بازار رو میخرند. نه شیرینی میماند و نه مواد غذایی میماند. همه چیز رو خریده برده بالای دستارخوان میمانند. لیکن اصلا یک نفر 20-30 خاندان برای ایدیادنگ میدراید از کدامش تعام میخورد. خود نمیتواند. خصوصا شیرینی ها و دیگر مواد غذایی اسراف می شود. خدا اسرافکاران را دوست نمی دارد. برای همان باید این کار را نکنند. خیر اکنون عادت است. می گویند که یک دستارخانی خاکسارانه باشد خوب. خیر این خوب است. لیکن همان عادتی شهر خوجند ولایت ما بسیار شهر و ناحیه ها یک عادتی خوب دارند که کسانی که از ایدی قربان تا ایدی رمضان خیش و اقرباشان از دنیا گذشته است همان دروازه و پنجش کرسی میمانند. اهل محله خیش و اقربا آمده به یکان خوردن تعام به یکان دادن تعام تلاوت میکنند و میروند. بسیار کار خوب است. بسیار کار خوب است. استاد وابسته به اجر و ثواب روزدارها هم کمتر حرف میزدید که آنها از جانب پروردگار از جانب آفریدگار چگونه پاداش گرفتند؟ البته این ماه مبارک رمضان ماه عبادت است. در دین مبین اسلام فرضیت ها هست. نماز، روزه، حج، زکات. حج در عمر یک مرتبه فرض است. نماز هر روز فرض است. روزه ماه شریف رمضان در یک سال یک ماه فرض است. اکنون میگویند که اگر تمامی دنیا روزه دارد به پروردگار ذره منفعت نیست. اگر تمامی دنیا روزه ندارد به پروردگار عالم یگان ذره ضرر هم نیست. خب ما برای چی روزه می داریم نباشد؟ پروردگار ما را خلق کرده است. یک انجینر یک ماشین می سازد و می داند که همان به چی در کار است. روغن در کار است، آب در کار است، مثلا کدام حالت به وی نگاه داشتن است. انسان پروردگار خلق کرده است، فرض گردانیده است که در یک سال یک مراتبه تو معده را تازه کن. وقتی که روده و معده ها میگویند که معده این خانه درد است. همه بیماری ها، اکثر بیماری ها از معده می شود، از خوراک می شود. وقتی که 11 ماه معده مانده می شود، یک ماه باید دم گیرد. تازه شود. وقتی که روده و معده ها تازه شد انشاءالله همان آدم اگر دردش باشد دردی داخلی باشد های صحت می شود. حتی از کسلی های پوست و دیگر ها هم علم امروزه معین کرده است که روزه داشتن خیلی ها روزه نمی گویند دیگر چیز تلفظ می کنند می گویند شما فقط آم نوشید تا آم نخورید صحت می شوید. یعنی حکمت روزه زیاد است. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. هر کسی که روزه ماه شریف رمضان را دارد فقط امید نیک داشته باشد، نیت خیر داشته باشد، برای
ریاکاری نباشد. در روزه ریا نیست، چون در همه عبادت ها ممکن ریا باشد، لیکن در روزه ریاکاری کرده نمی شود. و تشنه است، گرسنه است، خانه که هیچ کس نیست می درآید داخل می شود، لیکن برای خدا خود نمی خورد یا آب نمی نوشد، این رازگی پروردگار است. برای همان روزه بسیار فضیلت ها دارد. خیلی ما در ماه مبارک رمضان چندین صحبت ها را با دیگر ها داشتیم. ماه مبارک رمضان یک ماه است که مردم هم روزه می دارند، هم خیر و احسان می کنند، هم زکاتشان می دهند. یک ماهی خیر و برکه است اگر انسان آن را قدر کند. تشکر. البته استاد، پوشیده نیست که در اکثر خانواده ها نورسان هم میل دارند که همراهی والدینشان سحری بر وقت خیزند، روزه دارند، اما گاهو خبردار می گردیم که پدر و مادران از دلسوزی باشد که میگن که فرزندم اندکی کلون شوی بعد میداری. آنها در همین حالت مبود و گناهکار نمیشوند والدین ها؟ نه، گناهکار نمیشوند، چون که کودک به روزه داشتن فرض نیست، نماز خواندن فرض نیست. خب بعضی کودک ها میخیزند و همراهی پدر مادرشان طعام میخورند و روزه نمیدارند، وای خب فرض نیست. فرض این برای کسی که بلاغت به رسیده باشد فرض است. نماز هم همین است. روزه گفته استادم، اما بعضی نفران میدونند استاد فقط پرهیز از خوراک رو میدونند. خب روزه باید چگونه باشد؟ مثلا چشمایمون باید روزه باشد؟ همین رو کم در با شرح میدادید استاد. آدمانی که روزه میدارند، پیغمبر علیه السلام میگویند هر کسی که روزه دار باشد و غیبت کند، یک کس آزار دهد، حق یک نفر رو مثلا خورد، یا یک کاری بدی کند، معصیت کند، از روزه داشته وی فایده نیست. از طعام نخوردن و از آب ننوشیدن وی فایده نیست. یعنی باید انسان روزه دار باشد، از صبح صادق تا نماز شام روزه می دارد، باید دست وی از ضرر مردم، زبان وی از غیبت و از حسد و از بدگویی ها باید آرام باشد، زبانش را احتیاط کند، دستش را احتیاط کند، نیتش را نیک کند. انشاءالله امید داریم که روزداران سال آینده یا که من چند ساعت باقی مانده باشد هم به آن عمل بکنند. تشکر استاد. اشتراک در نماز عید گوییم وابسته به امکانیت حتمی است، باید حتما شرکت ورزد، اما شاید شود حالت هایی که دیر میکنند به نماز عید یا اینکه خوبشون برده میموند، آنها باید چیکار کنند استاد؟ نماز عید اصلا از نگاه مذهبی ما واجب است. رفته نماز عید، دو رکعت نماز عید را میخوانند. کسانی که خوابشان برد است، اکنون باید کاری کند که سحر عید خوابش نبرد. خود که انسانی که وی در دل ایمان دارد، سحر عید البته بیدار میشود و مسجد میرود، همراه مردم نماز میخواند. خیر اکنون آدمان بیمار هستند، رفته نمیتوانند، یا آدمانی هستند که مانده شدگی خوابشون برده مانده است، یا از سفر آمدند، یا یک سبب دیگر هست. آنها وقتی که عید گذشت، نماز عید این قضا ندارد. یعنی نماز عید تنها خواندن درست نیست، یا 5-10 نفر 20 نفر شده در یک جا در یک خانه نماز عید خواندن درست نیست. نماز عید فقط در مسجد جامعه خوانده می شود در مذهب ما. یعنی اگر شرکت ورزیده نتوانند با امه، در تنهایی خودشان خواندن درست نیست. نیست، نیست. تنهایی نماز 5 وقت را میخوانند، نماز جمعه و نماز عید را نمیخوانند. خب تا روز عید چی باید کرد استاد؟ تا عید باید هر نفری که ایمان دارد میخواهد کاری خیر کند، اگر با کسی جنگی باشد یک عذر و معذور گوید، قرضدار باشد قرضش را ادا کند، زیارتی پدر و مادر برود. بعضی آدمان هستند که از دور و پدر و مادرشان اقلا باید یک تلفن کرده پدر و مادر را مبارک بادی کنند. شب عید یک دیگر را مبارک بادی کردند. شب عید یک دعای فاتحه کردند کار خوب است. سحر عید البته در مسجدهای جامع
نماز عید خوانده می شود، تیاری هست، لیکن با وجود این انسان هایی که می روند عدد مردم زیاد است، یک جای نماز می برند، نماز می خوانند، باز به خانه بر می گردند. تا روز عید باید صدقه فطر را مردم ادا کند. صدقه فطر واجب است. صدقه فطر برای هر یک نفر 7 سومانی است. زکات مانند نماز فرض است. البته مردم عادت کرده است که زکات را در یک سال یک مرتبه در ماه مبارک رمضان حساب میکنند، همه زکاتشان را میبرارند. زکات این یاردم به همان تنبیزاعتان است. البته صدقه فطر، زکات یا غیر از آن من فدیه هست. فدیه نفرانی که روزه داشته نتوانستند، نمیتوانند، پیر هستند یا کسلی بردوام دارند که آنها قضای روزه را داشته نمیتوانند، باید آنها فدیه دهند برای هر یک روز، یعنی تعامی مسکین و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، باید یک روزه تعام مسکین را دهند. این یک روزه تعام مسکین، این تعامی بسیار مثلا قیمت بها نه، باید تعام مسکین، این نان و نشالله و یک چای و همین 7 سومان می شود، برای 2 وقت 14 سومان می شود، یعنی برای هر یک روز 14 سومان فدیه می دهند. ماه شریف رمضان یک سال به یک ماه می شود، همین یک ماه فدیه 420 سومان می شود و هم یاردن به همان کم بیزاعت آن است. بینید پروردگار عالم گفته است که تو روزه داشته نتوانی، یک کم بیزاعت، یک بیچاره به دستیاری دراز کن. این هم جای همان با میگذرد گفته، برای آدمانی که عذر دارند، برای همه نه، این برای آدمان پیر یا آدمانی که آنها عموما درست نمیشوند، بیماریشون بردوام است، باید آنها دیهند. البته آدمان صدقه فطر را به مسجد ها میدیهند، در مسجد کمیسی مخصوص است، در همه مسجد ها کمیسی مخصوص تشکیل شده ای، آنها اما صدقه فطر را جمع میکنند و با کم بزاعتان همان محل که میروند مراجعت میکنند، برای خط تقسیم میکنند به قدر امکاناتی خود. البته این یک کار خیر است، یک مراتبه در یک سال صدقه فطر دادن، زکات مال را دادن. اگر محمد خون عزیز، اگر همین مردم ما زکات مالش را دهد، ممکن کم بزاعت نماند، لیکن مردم افسوس که زکات مالشان کم میدهند، نمیدهند، فکر میکنند که اگر من زکات دهم قدر مصرف زیاد میشود است، لیکن وای مصرف نیست، وای همان خدای تبارک و تعالی گفته است که کسی که زکات میدهد من مالش را محافظت میکنم، مالش به ضرر نمیرسد، مالش تازه می شود، پولش تازه می شود. وقتی که انسان زکات می دهد، دلش هم تازه می شود. یک کس در حقش دعا می کند. باید این چیز را مردم ما البته کم بزاعتان هستند. خب بعضی انسان ها هستند که در پیش از روزی عید خیر و احسان می کنند. من حاضر محافظان وطنی ما هستند، قسم های حربی هستند، یک چند نفر ها رفته با آنها دست یاری دراز میکنند، تعام میپزند، تعام تیار کرده میدهند، یا با جای هایی که آنها در آنجا پیران سالان هستند، یتیمان هستند، با آنجا تعام میبرند یا مواد غذایی تقسیم میکنند در شب عید، این کاری خیر و کاری ثواب است. تشکر استاد. وابسته به گویم دادن همین صدقه فطر، با کی ها باید داده شود؟ با کی ها داده می توانیم؟ انسان با پدر خود، با مادر خود، با آچا، بابا، با فرزندان، نبیرگان داده نمی تواند. چون که این نفقه آنها بر دوش همان آدم است. و دیگر ها داده می شود اگر آنها کم بزاعت باشند یا قرضدار باشند. یکی وقت قرضداری که مثلا برای بنا کردن 10 آشیانه از بانک قرض گرفته است، وای قرضدار حساب نمی شود، چون وای قرضی که
فردا میفروشد و قرضدار هستند. این کسی هست که از مردم قرضدار است، مثلا کارش مشکلی به فر آمده است، ناامدی کار شده است و قرضدار شده است، وای به داده می شود، یتیم ها به دادن. یعنی مسجد ها به همان روی خط حاضر، مثلا در مسجد مرکزی شیخ مصلحتین زیاده از 500 نفر روی خط به هستند، بعضی از محله ها و از همون ها، مثلا در تمام مسجد ها همان حجت می جدی کم بزاعتی هست، از روی همان تقسیم. این کار خوب است، یعنی باید انسان کاری کند که همان کم بزاعت برسد، نه با آدمان بایو با دولت. استاد تشکر برای صحبت صمیمی، برای پیشنهاد معلومات ضروری و درکاری. من امید برام میبادم که از این صحبت ما بیننده های ارجمند ما به خود چیزی گرفتند و ما هم حرکت و تلاش داشتیم که با آنها چیزی داده توانیم. و بایدم قید کرد که اشتراک شما در برنامه چراغ تابان علاقه مراتبه دویوم است. امید برام میبادم که این آخرانش نیست. انشاءالله چراغ تابان خودش یک نامی بهترین است که چراغ باشد، با چراغ روشن باشد، دلی مردم را روشن کند. محمود خان عزیز، من باز یک بار دیگر در آخر تاکید کردنی هستم که مردم باید در روز پیش از عید کاری خیر، کاری ثواب کنند. هر یک نفر می تواند که یک کاری خیری کند، اقلا برای یک آدمی که بیمار هست، یک مسافری که در خانه نشسته است، یک کاسه طعام دهند یا و کم بضاعتان دست یاری دراز کنند، صدقه فطرشان را ادا کنند، زکاتشان را ادا کنند تا نماز عید. بیمارها باشن یک بیمار بینی کنند و روز عید، پگاه عید برای خدا شدن نماز می خوانند. در ان شاء الله دعاها می کنیم در حق خلق و مملکت ما که وطن ما تنج است، آرام است. پروردگار از آفت ها نگه دارد. دنیا بینید ناآرام است، لیکن ما شکر میکنیم که وطن ما تحت رهبری پیشوای ملت تنج است، آرام است، ملت ما سرجام است. روز تا روز وطن ما آباد شده استاده است. در آخر من باز یک بار دیگر تمامی تماشابینان تلویزیون ازیا را با این عیدی سعید فطر مبارک باد میگویم و دعا میکنم که این عیدی ما عیدی خیر و برکه باشد، عیدی قبولی عبادت ها باشد، خاندان تمام تماشابینان عزیز آباد، از آن جمله کسانی که در همه برنامه ها شما خدمت میکنید، اون در تلویزیون خدمت میکنید، خاندان شما هم آباد باشد. عرضی سپاس. بینندگان ارجمند، بعد چنین تمنیات های نیکی استاد ارجمند رئیس شورای علمای دین ولایت حاجی حسین موسی‌زاده ما با برنامه امروز اوستی انجام میبخشیم و تلاش میورزیم که هر هفته روی اکران بیاییم و هر هفته با انسان هایی که در زندگی چراغ تابان هستند به شما یک موضوع های درکاری و مهم و مبرم را تهیه نماییم، سوال ها پیشنهاد کنیم و پاسخ های درکاری گیریم. تنسیت باشید، خانواد باشید و یادآور شدنی هستیم که ما چون هر وقت با تشبسی به وسیطه مرکزی استوماتولوژی صدف روی اکران اومدیم و ما البته به شما صدف رو توصیه می‌کنیم. استاد یک بار دیگر سپاس برای اومدن. سلامت باشید.